Bismillahirrahmanirrahim. در درس 19 هم تجوید قرار داریم. ما در درس 18 هم راجع به صفات، تعریف صفات و یک اندازه فواید صفات یک چیز را خلاصه شرح کردیم. و در درس 19 هم ما صنف بندی صفات میبینیم که ما گفتیم که حروف در عربی هم از خود صفات داره و هم از خود مخارج داره، که مخارجش که ما به نام articulation point در انگلیسی میگیم و صفات ما به نام characteristics ما ایره میگیم. و ای اردوی ازی با حروف ارتباط بیخی ذاتی داره و صفات حروف که ما به نام characteristic میگیم به صورت عموم به دو قسمت صنف‌بندی شده در سطح بالایی و که یکیش صفات اصلی یا صفات لازمه میگن که در انگلیسی به نام basic characteristic یا intrinsic characteristics و در بخش دومیش به نام صفات عارضی یا presented characteristics ایره میگن. و در صفات اصلی یا لازمه باز دو صنف بندی دیگه میشه که یکش به نام صفات متضاد لازمه میگن یا صفات متضاد اصلی که یا اپوزیت یکی دیگه هستن و یا ضد یکی دیگه هستن و صفات متضاد غیر لازمه یا ای صفاتی هستن که ضد ندارن یا without opposites هستن. خود حالت بخش اولش که هسته که صفات متضاد لازمه هسته، ما اینجا 10 صفات داریم که 5 صفتش در مقابل 5 صفت دیگه قرار داره که کتی یکی دیگه مخالف است. این از خاطر میگن صفات متضاد اصلی یا که با یکی دیگه خود به ضد یکی دیگه خود کار میکنن. اگر شما در جدول ببینین در دست راست ما گفتیم 1, 2, 3, 4, 5 و نام 10 دانه صفات نوشته کردیم که این 5 تا که 5 تا دیگه خود روبرو با هم مخالف یکی دیگه هستن، یعنی ضد یکی دیگه هستن. از اون خاطر 10 صفات ما در اینجا داریم و در دست چپ سعی کنین که ما صفات متضاد غیر لازمه داریم که او 7 تا است و که یا از خود متضاد ندارن یا متضاد ندارن یا همطور بخپل سر هستن دیگه، بدون گفته امو گپ که در افغانستان بودیم که همطور بخپل سر هستن، هیچ امو دمو کار خود خوش هستن. و صفات پریزنتد یا صفات عارضی رو پیش میبینیم که به دو گروه تقسیم میشه، یکی صفات عارضی بالحروف هست یا with letters، presented characteristics with letters and دیگهش که هست صفات عارضی به صفت هست که ای with characteristics هست. در امی جدول شما سعی کنین که در صفات متضاد لازمه و در صفات متضاد غیر لازمه ما بعضی از امی نامای صفات رنگش سرخ ساختیم. مطلب از این سرخ شده سرخ رنگ سرخی از این است که اگر شما پیشتر متوجه باشین در کلپ پیشتر ما گفتم که صفات بعضی حروف خودش قوی است، بعضی ضعیف است، این بر اساس صفاتش تعیین میشه و ما رنگ از این را سرخ ساختیم که در اینجا فهمیده شود که کدام صفات قوی است و کدام صفات ضعیف است. خب ما اینجا معنی نامای صفات براتون میگم که در امی فکرتان بانه و باز آیستا آیستا ما ایره
میخوانیم. صفات متضاد لازمه که است که با هم متضاد هستند، پنج دانه است که با هم پنج تاش به مخالفش عمل میکنه، که صفت جهر است، صفت همس است، صفت شدت است، صفت رخوت است، صفت استعاله است، صفت استفال است، صفت اطباق است، صفت انفتاح، صفت ازلاق و صفت اسمات. ای ده صفت که از پنجش به مقابل پنجش قرار داره. و در صفات غیر متضاد لازمه، صفات صفیر است، قلقل است، انحراف است، تکریر است، تفشی است، استطالت است و لین است، که اینمی مجموعاً ابده صفات است. و در بین یک دانه دیگه هم است که او را در لست نوردن، اما او را به نام در بین شدت و رخوت یک چیز را میگن به نام وسط یا متوسط، که او باز مربوط از امو صفت شدت و رخوت میشه. خب مجموعاً ابده دانه صفات حروف است که ما بازی را آیست آیست هر کدام ازی را بیان میکنیم و هر کدام ازی را در وقتی که ما تلاوت قرآن میکنیم باید در نظر بگیریم. مثلا من یکی از مثالهایش من بر شما بگویم. مثلا صفت همس، من چند دفعه بر شما گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، که ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، امی سین که من تلفظ میکنم، من چند دفعه بر شما در درسهای گذشته تکرار کردیم که صفت همس است، من اینطور میگمش. بازی را ما میگیم که چرا این همس است و چرا من این را تو میگفتم. ما یک دفعه گفته بودیم که سکون است، اما گفتیم که با سکون تلفظ میکنیم اما صدای اس باید بکشیم. او را باز پسان در درسای بعدی انشالله میگیم که ما چرا او را به او رقم تلفظ میکردیم، که وقتی که شما صفات حروف بفهمین، مخارج حروف بفهمین، با بسیار آسانی قرآنم به ترتیل خوانده میتونین و بسیار آسانی یک کسی که بر شما قرآن تلاوت کنه میفهمی که تلاوتش درست است یا اشتباه داره. دیگه من اینجا کلیپ خدا ختم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.